مثل ستاره میخندیم دوباره دلامون بهار زمستون نداره نلنگ دلاره نه محل میذاره به قسط و اجاره خودش داره جاره تا که با جسارت تا که با سمادت با یک پشت همت با عشق و رفاقت با مهر و محبت انرژی مثبت بریم تا خدا تا دل بی نهایت خوشو بس بهونه نیا خوشو بارو غصه ها بذار جاشتو خنده رو لبا بکار و پاشو که تنبلی نداری دست ما دست هم میذاری زندگی میکاریم پاشو پاشو باجو نباری کلا جان ای جان یه دنیاست و یه ایران برای سر بلندیش همیشه پای کاری براش از جون و دل مایه میذاری نقش لبخند رو لبهای ایرونی امید و مهربونی میخندیم و میخونیم که بل ما میدونیم که میتونیم بس بهونه نیا بارو غصه ها بذار خنده رو لبا بکار پاشو پاشو که تنبلی نداری دست هم میذاری زندگی میکاریم پاشو بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خیلی خوش اومدید به سید خندان امشب خب چه شب خوبی قراره باشه چه مهمونای باحال و سرحال و مشتی و ماشاءالله داداشم داره میاد اینجا در جریان باشه داداشت آره. چرا داداش بزرگمه خیلی تربیت من حساسه قرار شعر بشنویم از یک شاعر اولین ویژگیش همین من دیدم خوشتیپ پیش بود ماشاءالله یک نیمه شب که کیف پدر روی میز بود دید از کجا در آمده پول لباب شدم شما خوبه خیلی خوش آمدی خیلی خوش آمدی خیلی خوش آمدی خیلی داداش خوبی داریم این همیشه برایم سوال هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق او هست خواجه شعر تو شاهد مثال خیلی خوش اومدید من جدی گفتم که خیلی دوست داشتم شما رو از نزدیک ببینم بعید میدونم دیگه پدر بزرگ به شوخی و فلفل و اینا اونا شوخی بود دیگه جدی ها خدا میدونه چی باشه ممکنه زمانی جسد منو بیارن که تو در دنیا نباشی ممکنه پدرم هم نباشه گفت مادر گفتم جونم گفت جون اسماعیل گریه نکن گفتم نمیتونم از لحاظ ظاهری یک خورده با هم تفاوت داریم من ابروهای کمونی و زیبا و پیوسته‌ای دارم ایشون ابروهای باز و وابسته‌ای دارن خودتون رو تشویق کنید سید خندان شروع کنیم خب چه شب خوبی قراره باشه چه مهمونای باحال و سرحال و مشتی و ماشاءالله دختر گل چطوری آقا پسر
خوبی؟ دمتون گرم که تشریف آوردید. خدمت شما بینندگان توی خونم سلام عرض میکنم، از شما هم ممنونم وقت با ارزشتون رو در اختیار ما قرار دادید. یه 60-70 دقیقه یا تا 5 دقیقه یه پله بالا پایین قراره که مهمونتون باشیم، یه شب نشینی سرحال رو دور هم دیگه داشته باشیم با بخشای متنوعی که یه مروری شد و دیدید. امیدوارم که خوشتون بیاد، امیدوارم که خوشتون بیاد. برنامه امشب همونطور که دیدید خیلی اشک و لبخندش تو هم دیگه قاطیه و خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، کیف میده. خیلی جاها میریم و دور میزنیم و برمیگردیم و ایشالله برنامه خوبی داریم. خب چطورید؟ از کجاها اومدید شما؟ بگید دوستان بزرگ کیف کنیم. از کجا تشریف آوردید؟ مازندران فریدون کنار، توی سرکان هم شنیدم، اسلام شهر، قم، کرج، کرج، خب دیگه پردیس، محلات هم دیگه، کوچه چی؟ تهران پارس، کوچه استقلال. خب آقا یکی هم از کوچه پرسپولیس اومده باشه، ما متهم نشیم به رنگ بازی و اینا. از پیروزی هم اومدید ها؟ از پیروزی تهران. آقا دیگه حالا پیروزی اسم قدیمشه، قبول کنید دیگه، استقلال داریم، پیروزی هم داریم دیگه. چی؟ کرج، باغستان، تهران پارس رو گفتن. کوچه دیگه وارد کوچهش نمیشم، اینه که میبینی سپاهان، بعد دیگه باید یه اصفهانی زباهان هم پیدا کنیم. نواب. خب رفتیم تو محلات و کوچه ها. دمتون گرم از توی سرکان و فریدون کنار و شهرهای اینجوری هم داریم یکم دورتر. خدا خیرتون بده، انشالله که خوش بگذره و کیف کنیم. خلاصش خیلی ممنونم. دیگه چی بگیم با هم دیگه؟ کیا اینجا پدر بزرگ مادر بزرگن؟ ماشالله. شما پدر بزرگ مادر بزرگی؟ خودت پدر بزرگی؟ اصلا با یه اعتماد به نفسی میگه، منم یه لحظه گفتم شاید هست واقعا. حاج آقا یه میکروفون میارید یه گپی بزنیم. سلام علیکم. سلام علیکم، حال شما چطور حاج آقا؟ خوب هستید؟ خیلی مخلصیم، زحمت کشید تشریف آوردید. خواهش میکنم. پدر بزرگ هستید الحمدلله. بله بله. چند تا نوه؟ من به اتفاق حاج خانم که اینجا هستن دارای 4 تا نوه هستیم. خیلی حاج خانم سری ذکر کرد که به اتفاق شما. البته یه نگرانی هم ایجاد میکنی که شاید به اتفاق یه حاج خانم دیگه هم بازه. حالا بگذاریم. خب خدا حفظتون کنه. هم شما از حاج خانم 4 تا نوه دارید؟ بله. نزدیکتون هستن؟ تقریبا بله. میان میرن؟ نه زیاد نمیان، یه دختر دارم یه پسر، هر کدوم 2 تا بچه دارن. آه اینجوری نیست مثلا بیان بذارن خونه شما برن، اینجوری نیست؟ چرا گاهی وقتا مثلا پیش بیاد، دخترم وکیله، میاد بچه ها رو میذاره پیش حاج خانم، میره به کارش میرسه. ولی همیشه نه، گاهی همیشه وقتا نه. مثلا گاهی وقتا بله. واقعا نوه مغز بادومه؟ واقعا اصلا شیرینه. شیرین. گوشی رو بدید، گوشی رو. من هول کردم، میشه برسی شما به خاطر اون جمله. میکروفون رو بدید حاج خانم. خب حاج خانم اینجوری سری تکون دادید، واقعا نوه مغز بادومه؟ نوه عشق، عشق زندگی، ادامه زندگی با عشق نوه هاست. به 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 به، به افتخارم پدر بزرگ مادر بزرگا دست بزنید. من بابام یه جوریه که جلوش نمیتونم به بچه هم بگم تو، یعنی اصلا یه چیز عجیبیه، بهش میگم آقا بچه منه. من الان نیاز میبینم از نظر تربیتی مثلا به این اخم کنم، یه تشر بهش بزنم، به میگم با بچه تو نبودیم، یادمونه با ما چی کار میکردی دیگه، همونو به حد در همون حد بذار ما اختیار داشته باشیم. یعنی واقعا ممکنه باشه منو بزنه اگه مثلا خیلی با بچه بر برم و اینا. خب دم شما گرم. کی بیشتر از 4 تا نوه داره اینجا؟ داریم کسی؟ آج خانم اون ته. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ الحمدلله شما خوبین؟ خیلی خوش آمدید. سلامت خدا حفظتون کنه. بدارید؟ 12 تا. ماشاءالله ماشاءالله 12 تا. از چند تا بچه؟ از 5 تا. از 5 تا ماشاءالله، به افتخار خودشون و بچه‌هاشون و نواهاش. فعلا تو راه که نیست کسی اضافه بشه؟ بله یه دونه هست. یه دونه هم داره اضافه میشه. ماشاءالله. به 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 به. 12 تا چند تا پسر چند تا دختر؟ 12 تا 4 تا دخترم،
8 تا پسر. 8 تا پسرن. خدا حفظشون کنه. خدا حفظشون کنه. از 5 تا فرزند. بله. بچه‌ها شیرین‌تر بودن یا نوه‌ها؟ دوست داشتن رو نمیگم، اما شیرینیشو میگم. بله، شیرین که همه بچه‌ها شیرینن، منتها وقتی که بچه‌ها بزرگ میشن پدر مادرها گرفتاریاشون زیاده، شاید خیلی شیرینیاشون رو نبینه. ولی نوه‌ها رو دیگه میبینی. واقعا شیرینن و عزیزن. میان میرن شلوغ و بله اصلا. بله، سه تاشون همینجا. سه تاشون هستن. بله، ماشاءالله. البته یه دلیل این که نوه‌ها شیرینن اینه که زحمت‌ها با پدر مادره، بالاخره شیرینی ها و خوشکش، آره کیفش و اینا با پدر بزرگ مادر بزرگه دیگه، اما همونم خوبه، همونم لذت بخش. رازشون هم میان به پدر بزرگ مادر بزرگ میگن. چی هاشونو؟ رازشون هم میان به پدر بزرگ مادر بزرگ میگن. به 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 به، خدا حفظشون کنه. خدا حفظشون کنه. ایشالله همینجوری خونتون شلوغ و پر رفت آمد و کانون خانوادتون گرم باشیم. به قول قدیمی ها تنورتون داغ، نونتون گرم، سفرتون پر برکت، دور سفره بشینن و ببینید و لذت ببرید این ثمره های زندگی با. خب یه تشویق بکنید سید خندان رو، میخواییم ادامه بدیم. سلام. معمولا اول برنامه نمی اومدی، تو رو شروع کنی. موضوع خیلی مهمه در حد مرگ و زندگی. چی شده؟ من یه روشنگری که الان ندارم چیزی انجام بدم، روشنگری نیست. نمیخوای روشنگری کنی؟ نه الان اصلا 600 تا کانالی که عضو نه الان اصلا وقت این حرفا نیست. نه اینو گفتن که بدونی من میام، برای روشنگری میام. احساس امنیت نکنی، ولی الان شرط خواست من داداشم داره میاد اینجا در جریان باشه. داداشت؟ آره. چرا؟ داداش بزرگمه، خیلی رو تربیت من حساسه. بعد داره حساسه این شدی. خب هیچ، خب تربیتت حساسه، بعد چی میشه؟ داره میاد ببینه من کجا میرم، چه حرفایی میزنم، با کی. متاسفانه 88 دارم. داره تو رو ببینه، داره میاد تو رو ببینه. بیاد شعبازی جان، چیزی که مصرف نمی کنی. نه این بوره، اگه مصرف کنه تابلو میشه، مصرف نمی کنه. چیزی هم اشتباهی بر نمیداری از جایی بذاری جای دیگه. منظور دزدیه؟ نه دزد نیستم. من هم سعی میکنم نباشم. دست بذاری رو ماشه چیز خبردار میشه. من هم چهر میزدم، من میگم نه مراد کن امروز و خواهشن. اون چند دقیقه داداش من میاد اینجا چشم. نگاه میکنه دور و بر و جب و میبینه. خواهشن آدم باش، فرشته ای آدم باش، یک خورده بیا پایین تر، اینجوری نکنی. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام. بعدی علکی ندی، حرف علکی نزنی. خواهشن میدونم سخته، این چیزی ازت میخوام، واقعا در توان شخصیت تو نیست. چشم. که دقیقه... سعی میکنم که آفره. یه کسی باشم که آفره. داداشت فکر کنه تربیت درستی بده. قول یه قول. قول جان من. باش. کی میاد؟ امروز میاد. میاد احمد تو راه دیگه. شبازی آبروداری کن، زایبازی در نیار. دو دقیقه فقط آدم باش، مثل همیشه مؤدب. اینجوری همجوری زیادم باز نکن، کتومتت اینا رو باز نکن. حساس میزنه، من دیدم دو سه بار منو زده. جان من شبازی. باش چش. حساب میکنم با تو، من روشنگریامو کمتر میکنم اگه با من راه بیای. اگه نه که میام میگم چهره پلید تو دست تو رو میکنم. شبازی قول دادی یا شبازی؟ باشه حالا خودت حساب کرد. خدا رحم کنه به ما با داداشت. خدا رحم کنه با ما با داداشت. تو که داداش بزرگت، اون تازه رو تربیت حساس هم هست. بیاد ببینیم چی میشه. خودتون رو تشویق کنید، سید خندان شروع کنیم. بعد مراسم سالگرد ارتحال بیرون حرم زیرانداز انداخته بودیم که چند تا غذای نذری آوردن. منم همشونو گرفتم و شروع کردم به خوردن که دیدم آقا جون چپ چپ نگاه میکنه. سرعت رو دادن لقمه هامو کم کردم و با دهان پر گفتم آقا جون دستامو شستم. و چند لقمه دیگه خوردم ولی نگاه سنگین آقا جون سبک نشد. گفتم صبحونه نخوردم، گرسنم شده بود دیگه، به چهار بار جویدم بسنده کردم. اینو که گفتم نگام به دستای آقا جون افتاد و گفتم آفاق شرمنده، و یه ظرف غذا دادم به آقا جون، ولی نگاه سبک بشو نبود. یه دفعه آقا جون گفت احساس نمی‌کنی یه کمبودی هست؟ یه بررسی میدانی کردم و گفتم آقا جون تکمیله، فقط کاش دوغی، نوشابه، چیزی میدادن. البته دندون اسب پیشکشی رو که نمیشمرن، همین چند تا ساندیس هم کفایت میکنه. اینو که گفتم خانم جون از راه رسید. آقا جون جا به جا شد و واسه خانم جون جا باز کرد. نوچ نوچی کردم و سرم رو روی شونه آقا جون گذاشتم و در گوشی گفتم آقا جون زشت نیست شما
این سن و سیبیل این سوسول بازی ها رو در میاریم؟ آقا جون نگاه میر غضبی انداخت و گفت اولا با این سن و سیبیل سرتو از روشونم بردار، دوما اگه صلاح میدونی دو تا لقمه هم واسه ما بذار، سوما همین امام خمینی که تاریخ و زیر و رو کردن و شهره عالم بودن تا حاج خانومشون نمی اومدن سر سفره لب به غذا نمی زدن. خندیدم و گفتم شوخی نکن آقا جون، یعنی امام سر یه سفره با زن و بچه میشستن؟ آقا جون باز یه نگاه تأسف آمیزی به هم انداخت و گفت امام نه تنها کارای شخصیشون رو خودشون انجام میدادن، حتی واسه حاج خانوم چایی هم میریختن تا دوره هم بخورن، تازه همیشه جلوی پاشون بلند میشدن. گفتم البته خیلی تلاش کردم که چیزی بگم، ولی از شدت تعجب فقط دهنم به قاعده قار علی صدر باز مونده بود. آقا جون گفت فکت افتاد نه؟ حالا دهنت رو ببن که پشه نره دوش. بعدش هم تجدید پیمان با آرمانهای امام باید اول با سیره عملیشون باشه. باید بدونیم که امام تا برای نماز شب خوندنشون جوری قدم میزدن که مزاحم کسی نباشن. همیشه تو خونه دستمو بلند کردم و گفتم آقا جون اجازه فکم کش اومد، بقیه این موارد باشه برای من. و مجدد شروع کردم به خب قرار شعر بشنویم از یک شاعر. اولین ویژگیش همین من دیدم خوشتیپ پیش بود، ماشاءالله خدا حفظش کنه، رعنا خوشتیپ، خوشگل، باحال، تازه داماده، بیاد شعر بخونه، کیف کنیم. تشریف بیارید جناب آقای علیرضا نورعلی‌پور. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدی برادر. ارادتمند. حالت خوبه؟ الحمدلله. خدا. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. ارادتمند. خیلی حال خوبه. الحمدلله. الحمدلله. خدا رو شکر. اینکه حالمون خوب باشه خیلی خوبه. الحمدلله. خدا رو شکر. تا حالمون من خرابش نکردم بشینم شما. نفرمایید. بخونید شعر رو کیف کنیم. بنده با این غزل شروع کنم. یادش به خیر مدرسه‌ام، مهد کودکم، در چشم خود هنوز همانقدر کوچکم، آری برای خیش کسی بودم آن زمان، افتاده بود سکه به بازار قلکم، همبازیان من شده بودند قدسیان، از بس بلند بود نخ باد بادکم، غیرت نمی گذاشت که ساکت نگاه کنم، بد حرف می زدند اگر با عروسکم، یک نیمه شب که کیف پدر روی میز بود دید از کجا در آمده پول لواشکم، حالا عروسکم، غزلم، باد بادکم، از من به یادگار به فرزند کوچکم. ارادت من. دمت گرم علیرضا. ما امروز برنامه‌مون رو با موضوع پدر بزرگ مادر بزرگا شروع کردیم، باهاشون گپ زدیم. تو بخش خاطره بازی هم باز قراره درباره همین موضوع گپ بزنیم با دوستان حاضر تو استودیو. شما هم یه شعر خیلی خوب داری. ارادت تو این زمینه که پیش حضرت آقا هم خوندی تو ما رمضان امسال، اونو میخونی واسمون؟ حتما. دم شما گرم. من اینطور نوشتم که مادر بزرگ عطر برنج شمال بود، کم بود نان سفرهش اما حلال بود. احبه. مادر بزرگ عطر برنج شمال بود، کم بود نان سفرهش اما حلال بود، در دست های ظرف گل سرخیش مدام یک قاچ سیب و چند پر پرتقال بود. یادش به خیر آمدن از خانه عزیز بی پاکت نخودچی و کشمش محال بود، با او همیشه قصه و سوغاتی و غزل، با او به قول مانوه ها عشق و حال بود،
شبها به میهمانی او هر که می رسید قسط و حقوق و دغدغه را بی خیال بود. غیر از علی نبرد به لب نام دیگری، پیشش پدر بزرگ تمام و کمال بود. مادر بزرگ سوی خدای بزرگ رفت. او مرد، این همیشه برایم سوال بود. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. او هست خواجه شعر تو شاهد مثال بود. برادت من دمت گرم، انشالله که همیشه همینجور شعر باحال بخونی، کیف کنیم. علیرضا، خودت از پدر بزرگ مادر بزرگت خاطره ای چیزی که بگی داری؟ بله. اول که این شعر که عرض کردم، شعر اخیر، خودش تمام خاطره های شخصیمه. همون علی اسم پدر بزرگمه. بله. و واقعا این گونه بوده، همه اینا تجاربمه. خیلی خوبی داشتون مصرع و بیت. انشاءالله خدا تمام پدر بزرگ و مادر بزرگ های از دست رفته رو بیامرزه و به قول یکی از استادانم خاک بر ایشان خوش باشه. انشاءالله. پدر بزرگم هم ایشون منو خیلی دوست داشت، هم من ایشون خیلی دوست داشتم، همونجور که مابقی نوه ها رو دوست داشت. خب پدر بزرگ حقیر یک مرد با ابهت و جوان مرد قدیمی تهرونی بود. اینجور افراد معمولاً یه دیواری جلوی خودشون دارن که ابراز احساسات کنن. آدم‌های اصطلاحاً احساساتی شاید به اون معنا نباشن، سخت باشه براشون ابراز. زنگ میزد خونه ما، من تلفن رو بر می‌داشتم، با همین شور و حال جوونانه خودم میگفتم که خیلی دوستت دارم، خیلی دلم برات تنگ شده. ایشون هم با همون مردونگی خودش سعی میکرد تو لفافه احساساتش هم بروز بده. یک روز به من یک چیزی فرمود که هنوز تو ذهنم و حسرتش رو میخورم. به من گفتش که بابا جان، من که عروسی تو رو نمیبینم. من خیلی ناراحت شدم، خیلی حالم گرفته شد. پای تلفن عرض کردم به ایشون که شما قرار عروسی نوه های منم ببینی. خندید و گذشت. من تازه ازدواج کردم، چند ماهه که ازدواج کردم الحمدلله، اما پدر بزرگم نتونست عروسیمو ببینه. من نمیدونستم که قضا و قدر گوش و چشمی به دهانه ایشون دارن و همین. ایشالله که هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت اون دسته از عزیزانی که دوست دارن شادی عزیزشون رو ببینن از این امید ناامید نشن. انشالله خدا پدر بزرگ علی رضا و پدر بزرگ مادر بزرگای همه ما که در قید حیات نیستن رو رحمت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. علی رضا دمت گرم، ارادتمند. خیلی کیف کردیم، هر دوتا شعرت خیلی خوب و باحال و مشتی بود. ایشالله بازم ببینیم توی برنامه سید خندان. ممنونم. علی رضا رو تشویق کنم. انشالله که تا اینجا از برنامه سید خندان امشب راضی بوده باشید، خوش گذشته باشه بهتون، کیف کرده باشید. جانم داداش آقای اومده. آب بگید بیاد داداش آقای، خدا رحم کنه. تشریف کنیم داداش آقای. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خیلی داداش خوبی داریم. خیلی آقای پسر خوب، فعال، اکت، باهوش، مسلط به فضای مجازی. خیلی خلاصه. خودشی نه علیکی چیز کردی اینا که خودشی آقای
میخواید اسمتون رو بگید آشنا بشیم؟ جناب بله جناب هستم. نه اسمتون رو بفرمایید جناب، یعنی بقیه‌اش جناب، مثلا جنابه، جناب خالی. نه جنابه با دو نون و سس اضافه و یه دونه نوشابه. بیه خودش با حاله. ببند دهنتو. نه خیلی خوبه دادشتونم آقای خالی، شما جناب خالی به هم میایید اصلا. شهبازی بله میدونی من چرا اینجام؟ بله آقایی گفتن که نه نمیدونم چیه این؟ چراغ اتاق بازجویی. دو تا داداشا الحمدلله ردیه. از حرکت نیستی؟ من رو تربیت برادرم خیلی حساسم. بله گفتم باید براش وقت بذارم، ازش بزرگترم. خدا حفظتون کن. شنیدم متاسفانه با تو هشت و نشت داره شبازی. شنیدید؟ یعنی خودتون ندیدید؟ کجا باید ببینم؟ نه این برنامه تلویزیونیه، تو تلویزیون فضای مجازی پخش میشه. نه من اصلا از این مسخره بازی ها خوشم نمیاد شبازی، اصلا از این گرتی بازی ها به هیچ ما خوشم نمیاد. فضای مجازی بد شده، حق دارید شبازی جان. تلویزیون رو میگم خوشم نمیاد یه عده آدم دور هم جمع میکنی، شعر میگن، خاطره میگن، تو دست میزنی اونا میخندن، اونا میخندن تو تشویق میکنی، که چی؟ همه این جزئیات هم بهتون گفتن؟ شعر و خاطره و اینا رو؟ بهم نگفتن. قسمتش تو داشتم پاستیل میخریدم برای خودم که بیام اینجا، توی یک مغازه دیدم. ببخشید دیگه جوونیم و جاهل در دست میزنیم. جوونی؟ تو الان باید 3-4 تا بچه داشته باشی. دارم. ببند دهنتو. خب فکر میکنی بچه ها 4 سبای دیگه چی باید بگن؟ بگن چی؟ پدرمون میگه و میخنده تو تلویزیون، بقیه دست میزنن، بقیه دست میزنن پدرمون میگه و میخنده. مطمئنید داداششید خیلی با هم تفاوت دارید؟ بله از لحاظ ظاهری یک خورده با هم تفاوت داریم. من ابروهای کمونی و زیبا و پیوسته‌ای دارم، ایشون ابروهای باز و وابسته‌ای دارن. نه منظورم بیشتر تو رفتار و مثلا علایق و ایناسون خیلی دوست داره ما رو، میاد خوشحال میشه دست میزنه. سلسله جبال نمک. نه میگم یعنی دوست داره داداشتون ما رو، شما دوست نداری؟ دوست دارم این سری که اومدم در مورد مسائل مهم، حیاتی و اساسی صحبت کنید. دیگه این قرتی بازی ها رو تمومش میکنید. مسائل چی؟ چی؟ مهم؟ و جدی. اساسی؟ مهم، اساسی و جدی. کنجد مغز. حیاتی؟ حیاتی. و جدی؟ و جدی. یعنی دیگه دست نزنیم اینو مسخره بازی. آه باش. دیگه دست نمیزنیم. شبازی. من تا اینجا اومدم یک سوال خیلی خیلی مهم ازت بپرسم، چیزی که سالها ذهنم رو به خود بفهم. باش. تو چرا انقدر بوری؟ این الان سوال مهم، جدی، حیاتی و اساسی بود؟ از نظر من حیاتی بود. بود الان چیکار کنم من؟ برادرم میگفت احتمال میدم که چیزی مصرف کنی. این گفت؟ میبرم آزمایشگاه ببینم که چیزی مصرف میکنی یا نه. لنگرها رو بکشید، من برمیگردم. نه این وریه اگه برمیگردم. جان کدوم وریه؟ این وریه. میگم خیلی داداشای خوبی هستید، خانواده خوبی دارید، خدا رو شکر. ممنونم. میتونم پاشم؟ میشینم در مورد مسائل حیاتی و جدی
این نوره رو تکون میخوره، وایسه میزنم دوباره. رفت رفت. آروم دو انگوشتی دست بزن، نشنوه ناراحت میشه. سید خندان ادامه ده. سلام. سلام علیکم. خدا قوت. سلامت باشی. آقا چند سال تو این کار جذابی؟ یک سال. یک سال. واقعا جذابه؟ خدا رو شکر. بله. یعنی خود دوست داری کارشو؟ بله راضی ام. دوستش هم دارم کارو. ما هم باشیم راضیم، هر موقع بخوایم هر چی می‌خوایم می‌خوریم دیگه اینجا دیگه. شما هم دیگه آره گوشتتون میشه دیگه اینجا، همه چی هست دیگه. آره دیگه هر چی دوست داشته باشی میتونیم بخوریم. بیشتر چی می‌خورین گوشتتون میشه اینجا؟ بستنی، لواشک، چی، پفک. هرچی که ارزون باشه بهمون ضرر نزنه. سودتون کلن بیشتر تو چه جنسیه؟ سود جنس های فله، مثل حبوبات، سوسیس کالباس، خیارشور. حالا اولین درآمدتون یادتون میاد چقدر بود؟ بله. چقدر دارم بود؟ اولین درآمدم 150,000 تومان بود. کارگر یه شرکتی بودم، 150,000 تومان حقوق می‌گرفتم. چیکارش کردی؟ یاد میام. باهاش ماشین خریده بودم، قسط ماشین میدادم. چه سالی بود؟ 86. شما هم تابلو زدی اینجا نسیه نمیدیم و اینا؟ نه. نسیه میدیم. میدونیم. بله. ما اینجا ضبط میکنیم. یه خاطره با مزه داری برام تعریف کنی از مدتی که اینجا کار میکنی؟ خاطره با مزه که یه بار یه مشتری اومد داخل، کلی خرید کرد و اینا، بعد وسایلش رو جا گذاشته بود. وسایلش رو جا گذاشته بود و اینا، بعد من برداشتم قایمش کردم. بنده خدا کلی استرس گرفته بود، بعد که بهش دادم کلی خوشحال شد. دختر داشته باشی به سوپرمارکتی میدی مثلا بیاد تو؟ نه. چرا؟ مگه شغلش خوب نبود؟ شغلش خوبه، تایم زیاده دیگه، از هفته صبح تا یکی شب باید سر کار باشی. خب امشب یه مهمون خیلی عزیز و دوست داشتنی داریم، مهمونی که من واقعیتش یه دو سه سالی هست که منتظرم، مشتاقم و خیلی 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 ذوق دارم واسه اینکه ایشون رو نزدیک ببینم و امشب این اتفاق افتاد. مادر شهیدان فرجوانی، خیلی خوش آمدید هاش خانم. متشکرم. خانم عصمت احمدیان، در خدمت. خیلی لطف کردید، بزرگواری کردید. من یه مستند از ایشون دیدم، از زندگیشون، اصلا احساس شرمندگی کردم. یعنی اون مستند رو که آدم میبینه به نظرم یکم دیگه سخت میتونه زندگی کنه، و یعنی سخت میتونه عادی زندگی کنه از شدت آبشار حماسه و حرکت و اوج کار و تلاش و امید و سرزندگی و اینها، که از همون نوجوانی که ازدواج میکنن سرکار خانوم مادرمون و تا بچه ها شهید میشن و بعد از جنگ، و اصلا یه ماجراییه. حال شما چطوره؟ متشکرم. خیلی خوش اومدی. به خوشتون. من جدی گفتم که خیلی دوست داشتم شما رو از نزدیک ببینم. من قبلا هم عرض ادب و سلام و احترام خدمت تک تک حاضرین محترم در جلسه دارم و خوشحالم که روبروی همه ایشون نشستم. دم شما گرم. مادرمون مادر دو شهید هستن، دو تا پسر داشتن که شهید شدن، سه تا دختر دارن که یکیشون جانبازه
و از یکی از اون پسرهای شهیدشون دوتا نوه شیمیایی یادگار مونده که مادر زحمت بزرگ کردن اینها رو کشیدن. خودتون میگید بچه هاتون و پسراتون و اسمشون رو، کیف کنیم یکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده اسمت احمدیان، زایده و بزرگ شده باغ بهادران اصفهان. در سن 11 سالگی ازدواج کردم و در سن 12 سالگی مادر اسماعیل شدم و در قربت زندگی کردم در اهواز. اسماعیل ایشون هستش. این جوونی هست که من در سن 12 سالگی مادر ایشون شدم و ایشون را بزرگ کردم. البته اگر بخوام خدمت شما ارائه بدم، میبینید که این عکس ها مال 60 سال پیشه. این اسماعیلمه و ایشون ابراهیممه. این اسماعیل، ایشون ابراهیمه. همین الان فرم لباس رو ببینید، الان امروز کم هست، چه رسید 60 سال پیش. ماشاءالله سلیقه و مادرانگی و نیروی دریایی و صاحب زمانی. این خیلی مهمه، صاحب زمانی تربیتشون کردن و صاحب زمانی بزرگشون کردن. و در قربت در سن 12 سالگی، این هنوز من باور کنید 23 سال 22 سالم هم نبوده، امروز دخترها 30 سالشون هم میگن هنوز بچن، قابل ازدواج نیستن. این دوباره خودشون هستن و اینا رو بزرگ کردم تا رسید به جایی که شدن رزمنده. اسماعیل هم شد فرمانده تیپ و محور عملیاتی و فرمانده گردان کربلا از لشکر هفت ولی عصر و همچنین فرمانده گردان قواسان که خیلی قطعا دیده در تلویزیون فیلماشون در شرایط سختی در جبهه ها بودن و همین جبهه باعث شد که ایشون 8 بار مجروح بشه. نه سحر نه جادو. میبینید این آج اسماعیل همه، اینم خودم هم. و در بیمارستان امام رضای مشهد دست راستش که در عملیات بعد قطع شده بود، جلوی چشمم با اره برقی بریدنش و بخیش کردن که دست راست را نداشت و پای چپش در عملیات رمضان زیر تانک رفت و در عملیات خیبر شیمیایی شد و اون شیمیایی عامل شد که بعد از چند وقتی خداوند دو تا بچه ناقص الخلقه، من عکس خیلی داشتم، اینا تو کیفم بود که الان نمی‌دونم که اینجا هم عکس میخواد، دو تا بچه ناقص الخلقه خداوند بهش داد. ما نمی‌دونستیم که این ناقص الخلقه از شیمیاییه اصلا و ابدا، تا اینکه یک روزی بارها خدمت رهبری کبیر انقلاب رسیده بودم و ایشون منو میشناختن. خدمت امام خمینی. بله خدمت امام خمینی رسیده بودم، ایشون منو میشناختن. اینجوری باید. به من گفتن که اگر، همیشه میگفتن بچه حاجی رو بیار من ببینم، ولی وقتی که اینجوری بودن خب بردنشون خیلی سخت بود، اصلا نمیشد، من نمیبردم. تا اینکه یه روز فرمایش کردن که اگر بچه حاجی رو نیاوردی خودت هم نیا. بچه ها رو گذاشتیم بعدشون آوردیم خدمت حضرت امام، همینجور رفتیم تو اتاقی که تشریف داشتن، اونجا نشستیم. زنگ زد که شیخ مهدی بیا کارت دارم، با خانومت بیا. شیخ مهدی اومد گفتش که اینا رو مری در ممالکی که سالم برگردونیم. بچه خب ایشون ما رو توی هیچ مملکتی نبرد، ولی از چندین کشور مثل تلویزیون اونجوری از ما هم سوالاتی کردن و ما هم جواب دادیم. بعد متفق القول گفتن که اینا شیمیایی رو اسپرم های پدر اثر گذاشته و این بچه ها یه چیز مغزی رو اصلا ندارن.
و اگه بخوان سالمیش باید سرشون عوض بشه که اصلا غیر قابل این کار هست. و ما دیگه با این بچه ها زندگی کردیم تا فاطمه شد 29 سال و معصومه شد 30 سال. اینا رو باشون زندگی کردیم و بیشتر زحمتشون هم مادرشون میکشید، علال حق و بلانصاب، مادر زحمتکش و خیلی صبور، و این بچه ها رو نگهداری میکرد. خب ما هم در خدمتشون بودیم. دم شما گرم، خدا خیرتون بده. چون از امام گفتید، از روز شنیدن خبر رحلت امام یا اومدن واسه تشییع خاطره ای داری؟ ما وقتی که اصلا نمیدونستیم، فقط صبح دیدیم بلند شدیم، رادیو تلویزیون قرآن تلاوت میکردن، وقتی که باز کردیم دیدیم که خبر رحلت امام را دادن، خب ما فوری حرکت کردیم برای تهران. خب چند روزی مون تا تشییعش، ما رفتیم و دوباره برای تشییع برگشتیم. و وقتی که میومدیم، من خودم 16 تا اتوبوس را همکاری میکردم که آوردیم اینجا برای تشییع، خودشون میخواستن بیان مردم. و وقتی که رسیم که یک گروه بزرگی شدیم از خوزستان، و این سرود خود من بود: ما عزادار امامیم ای عزاداران سلام. فقط سرود ما به اینایی که میرسیدیم در تهران همین بود: ما عزادار امامیم ای عزاداران سلام. و این چیزی بود که خودم سرودم، همینطور خودم به زبانم اومد گفتم. و با همین تشییع تشییع کردیم. و دوران سختی بود برای همه. خیلی ها شما بودید، خیلی هاتون سنتون اجازه نمیدید نبودید، و دوران سختی بود که اون چند روز همه گذروندن. و الان هم که این مفارقت امام رو همه مون داریم. این که میگن 16 تا اتوبوس آوردن، خیلی عجیبی نیست. این عکس خود ایشونن که پشت فرمونن واسه زمان جنگ، درسته؟ بله. دارید خواهرها رو اعزام میکنید کجا؟ جبهه. ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ، بسیج خواهران اهواز. خود آش خانوم پشت فرمونن، یعنی به کارهای پشتیبانی و اداری و اینا بسنده نمیکردن، خودشون سوار میکردن میبردن. ماشاءالله. اینجا کجا میرفتید مادر، چیکار میکردید؟ من خودم اول از اینجا نشون بدم این کارت رزمندگیم هستش. شاید اونایی که 10 سال تو جبهه باشن این کارت نداشته باشن. و رزمنده خط مقدم بودم. بعدش هنوز جنگ شروع نشده بود که نسرین دخترم در مسجد جواد الائمه منطقه پادادشاه اهواز، اونجا مورد اصابت عتبات جنگی دشمن قرار گرفت و 6 نفر شهید دادیم و 36 نفر جانباز سخت. دخترم از ناحیه صورت، نصف صورت تا اصلا فک پایین را به طور کلی نداره. 13 سالش بوده، جانباز شده، الان 52-53 سالشه، هنوز بیمارستان ها را سیر میکنه. بعد از اونجا دیگه ما تشتغلا کردیم و رفتیم به طرف جبهه ها. خب حاج خانم، خاطره از دفاع مقدس و کارهایی که میکردن تو ستاد پشتیبانی، تو اون قرارگاه هایی که بودن و اینا زیاد دارن، ولی یه دونه بامزه است که من توی اون مستند شنیدم، میخوام باز از زبون شما بشنوم. اون ماجرای گربه ها رو میگید؟ یک روز اسماعیل من همه بدنش ترکش بود و حتی دست راست نداشت، کف پای چپ نداشت، و ایشون هم همه بدنش مورد اصابت ترکش ها قرار گرفت بود که وقتی میخوابید بچه ها میومدن روش و با ناخونگیر یا مورچین این خورده ترکش ها رو از تو بدنش در میوردن، چرا که 8 بار مجروح شد، مجروح های سخت، همینطور که از کردم قطع دست و کوری چشم و قطع پا و همه اینا هستن. بعدش من اومد دیدم که انگشت شست پاش رو نداره. گفتم اسماعیل جلال خالق، پس انگشت پات چی شد مادر؟
این صدام یه ترکشی برداشته و ورد خونده گفته ای ترکش تو برو هر کجایی که اسماعیل سالم بود همونجا رو مورد حسابت خودت قرار بده. این ترکش همه دور و بر تو تاب خورده، دیده همه جای بدن تو پر ترکشه. این شست پات سالمه، شست پاتو برده. یه تبسم میداد و گفت نه مامان بشین تا برات بگم. ما اینجایی که الان مستقر هستیم یه موشوی داره خیلی بزرگ، اصلا رو سرمون رو کلمون همه جا را میرن. حالا خدا رو شکر بکن که منو بینی ما نکندن و برن، چون که بعضی از بچه ها یا بینیشون یا نکه لاله گوششون یا لبشون رو میکندن و میرفتن. حالا اگه من میمدم بینی نداشتم بهتر بود یا این که شست پا ندارم؟ واقعا موش شست پاشو خورده؟ بله. گفتم خیلی خوب، این موسه نمیدونه که مادر تو کیه، حالا من میدونم چیکارش رو میکنم، این به عهده من. من فردا صبح بلند شدم خیلی راحت یه زنبیل عربی آوردم به این شکل اینجور گذاشتم و یه چوبی هم اینجور گذاشتم این لبه اینجا، یه کلمایی هم گذاشتم زیر این زنبیل عربی، یه بندی بستم به این چوبه، رفتم تو در اتاق دراز کشتم. گربه به هم میومد که این کله ماهی رو بخوره، بند رو میکشتم میمون تو تله، با همون زنبیل عربی میگرفتم میذاشتم تو گونی، درش رو میبستم میداختمش کنار. یک هفته من انگار 17 تا گربه گرفتم. این گربه رو برش رفتم با بچه های جبه، خیلی آشنا بودم، اینا بچه ها من بودم، مثل بچه ها من مادر شهید بودم، اسماعیل من فرمانده بود دیگه، قاچاقی وارد صحنه میشدم. وقتی که وارد شدم بچه ها بیایید بیایید برات یه چیز خوب آوردم، دیگه همه این بچه ها دور ماشین ما رو میگیرن به خنده و به شوخی و اینا که مادر چی آوردی برام؟ گفتم خب چی بودم پاره کن بین چی آوردم. بعد یکشون یه سرنیزه اومد زد گونه پاک گربه و یک پس از دیگری پریدن پایین. این بچه ها اینقدر خندن، گفتم مادر گربه برای چی آورد اینجا؟ گفتم اینا رو آوردم که خودم معرفی کنم به این موشا، که این موشا انگشت پای اسماعیل من چطور کندن رو بردن، حالا میدونم چه کارش رو میکنم. خب ما گذاشتیم اون توی یه شبکه شد برگشتیم خونه. فردا صبح گرفتم که احوال گربه ها رو بپرسم، تا که این رزمنده ها دیدن من از اون دور میام، همه شون به صورت غمناک نشستن سر زمین، ای مادر شکست خورده، ای مادر لشکر شکست خورده. حالا رستم گفتم با چی شده، چه خمه شده؟ دیدم موشا همه گربه ها منو خوردن. خب خیلی خیلی خاطره و در واقع ماجرا و اینها از مادر شهیدان فرجوانی میتونیم بشنویم. یه کوچولو بعد از جنگم بگید که این سیره کامل بشه، ولی اصلش باید برید اون مستند رو ببینید کیف کنید، یعنی اون یه چیز دیگه است، ولی اینجا یه کوچولو اینها مستند بانو. گذر از یه جاده پر پیچ و خم تو چشم خیلی از آدم ها سخت و ترسناک به نظر میاد، اما من یاد گرفتم تو مسیر زندگی چطور به ترس ها قدر بدم. نمی آیم خونه بابا بهتره، خونه بابا نون و هنجیر، خونه شوهر چوب و زنجیر. نمی آیم خونه بابا بهتره. حجی این وسط هم بانیه بشه مامانم بچ نخورم. مستند سینمایی بانو. بعد از جنگ شما خیلی کارهای عجیب غریب کردید. چه عجیب غریب؟ چون ما انتظار داریم وقتی یه خانومی دو تا پسرش شهید شده، یه دخترش جانبازه، دو تا نوه شیمیایی زمینگیر توی خونه داره، احتمالاً یا حال و حوصله کار نداره، ناامیده، در بهترین حالت دیگه میگه آقا من دینم رو ادا کردم دیگه بس دیگه، مثلا دیگه حالا تموم شد، جنگم تموم شد و بشینیم سر خونه زندگیم. ولی ماشالله آج خانوم از راه انداختن کار و کاسبی واسه مردم، کارآفرینی، آباد کردن روستاها، نمیدونم دخترای
بیکار رو جمع میکردن، قالی میدادن، دار قالی، قالی بباف. میرفتن یه روستایی میدیدن که مثلا اونجا گاو داره هر خونه ای، ولی این کاری نمیکنن. هماهنگ میکردن از یه کارخونه شیر تانکر بفرسته هر روز شیر اینا رو بدوشن ببرن توی شهر. اصلا خیلی کار عجیب غریبی. یک کم شما بگید و دیگه وقتمون خیلی داره تمام میشه متاسفانه. من یه وقت کوچیکی میخوام، یک جملاتی هست که اگر برای کافر بگید مسلمان میشه، چون که سختی های جنگ شما فکر نکنید که همینجوری که الان اینجا نشستید به این آسایش بی خود اینجا نشستید. اینقدر دلها خون شده، اینقدر شبها گریه ها شده تا این جنگ تمام شده و شماها الان به این آزادگی اینجا نشستید. این خودش افتخاره و این خودش همین درسته دست خدا بر سر همه ما بوده و هست، ولی همت مردم هم خیلی مهمه در کارهای دشوار مثل جنگ و مثل چیزهای دیگه، که امروز من و شما گله‌ای نداشته باشیم، شکر خدا رو به جا بیاریم که اون جنگ بیشتر طول نکشید. الان این کاری نیست که من دارم میکنم، هر انسانی در دقیقه های زمان عمرش را وظیفه ای داره. همه این شهدا که رفتن از اولی تا آخری، از رئیس جمهور تا همه اینا انجام وظیفه کردند و رفتن، خارج از وظیفه کاری نکردن، وظیفه شون بود انجام دادن رفتن. حالا ما که بعد از اونو هستیم، آیا باید همین جوپامون رو دراز کنیم بشینیم؟ نه، هر کدوم ما وظیفه ای داریم، باید به وظیفمون انجام بدیم، فرقی نمی کنه. اون که وزیر نفت، اون که وزیر کشاورزی، اون که وزیر، اون که وکیل، اون که معلم، اون که پزشک، هر که وظیفه خودش رو باید به خوبی انجام بده. ما هم وظیفمون این هست. من الان خودم 300-400 تا خانم دارم در حسینه خودم که یا بد سرپرست یا بی سرپرست یا ضعیف هستن و اینا، از قالی بافی تا گلیم بافی تا خیاطی تا بافتنی با دست، بافتنی با ماشین و اینا رو انجام میدن. بعدا خودم از این اداره به اون اداره، تمام ادارات اهواز منو میشناسن، میرم و یه سالان ازشون میگیرم که این خانما بیان چیزایی که خودشون درست کردن، خودشون ساختن، کار خودشون، کار دست خودشون بوده، اونجا به معرض فروش میذارن و فروش میکنن. طرف های دیگه از نظر دامداری، از نظر تیور، دام سبک و سنگین، تیور، همه اینا رو هر کی که بلد نباشد یا اطلاعاتی نداشته باشد اطلاعات بهشون میدم و حتی جا نداشته باشن جا براشون مهیا میکنن و اینا همه وظیفن. غیر وظیفه هیچ کاری ما نکردیم، ولی چیزی که وظیفه شاید نباشه و هر کسی توان کشیدنش نداره این هستش. من اسماعیلم 19 سال گم شد. چجوری گم شد؟ من بهتون میگم. این گم شدن این بود که چهارم دی ماه 1365 عملیات کربلای 4 شروع می شد. دقیقاً دوم برج 10 1365 آمد خونه و با من اینجور صحبت کرد. وداع اسماعیل من خیلی طول می کشید، من نمیگم، ولی این یه تکه رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که هر انسانی باید چجور زندگی بکنه تا حتی از پس از مرگش هم خبر داشته باشید. الان اگه من اینو به شما بگم، مگه ممکنه کسی از پس از مرگش خبر داشته باشه؟ بله، وقتی که با خدا باشی، وقتی که صدق و صداقت داشته باشی، وقتی راه رفتنت، خوردنت، پوشیدنت، کارت، زحمتت برای خدا باشد، از پس از مرگت هم خبر داری. اسماعیل من گفت مادر من امروز میخوام خدمت تو باشم. تم یک ماه نشستم فکر کردم، با خودم کلنجار رفتم که گستاخی بکنم در برابرت. نشستم کنارش گفتم سراپا گوشم فدات بشم قربونت برم. بعد که ایستادم گفت مادر، سه بار گفت مادر، گفتم جون دلم، گفت این آخرین دیدار من با تو. حالا ای مادر بچت اینجوری بهت بگه چیکار میکنی؟ گفتم نه، این حرفو نزن، من با تو بزرگ شدم، من چون تو قربت بزرگ کردم، تو بی کسی بزرگ کردم، میخوای نامردی به من بکنی؟ میخوای منو رها کنی بری؟ من نمیخوام، من نمیذارم. بعد خیلی گریه میکنم، دو دست مبارکش رو برو صورتم و اینجور گریه، گفت مادر، گفتم جونم. گفت جون اسماعیل گریه نکن،
گفتم نمیتونم. گفت مامان جون اسماعیل گریه نکن. دوباره گفت مامان. گفتم جونم از بچگی پیش میگفتم الهی قربون این چشما سرمه کشی درد برم، تو که چشما ابروش مشکی خیلی قشنگی داشت. گفت نمیخواد چشما سرمه کشیدم ببینی؟ گفتم نه دیگه، چشما سرمه کشیده تم برام ارزش نداره، تو داری من رها میکنی، تو داری از من جدا میشی. اصرار کرد جون اسماعیل گریه نکن. ساکت موندم. وقتی ساکت موندم خوب گوش بدید، تو رو به علی خوب گوش بدید. گفت مادر من این آخرین دیدار من با تو، منو نمیارن حالا حالا، ممکنه زمانی جسد منو بیارن که تو در دنیا نباشی، ممکنه پدرم هم نباشه، اما اگر بودید که انشاءالله هستید این پلاک رو بهتون میدم. وقتی گفتن اسماعیل تو آوردن بگو پلاکش، من قطعا پلاک بام هست پلاکش. وقتی پلاک دیدی با این پلاک شما قیاس کردی شماره شکی بود. مادر اگر یک قمقمه خالی بودم، اگر یک پوتین بودم، اگر یک سنگ خارایی بودم یا کلاخور یا یک مشت خاک، همون اسماعیل توه، همون اسماعیل کوتولوه که میذاشتی سر پات که شیرش میدادی، شیرش هم حلال، شیرت هم حلالش کن. دیگه همینو گفتم اصلا نفهمیدم دیگه داره چی میگه. رفت و اون رفتنی بود که 19 سال گذشت، آمدن گفتن اسماعیل آوردن. پلاکش، پلاک آوردن، بله همین یکی بود. بله هرچی از خودشه، همون مشت خاکی بود و همون دو قلم. تحویل گرفتم، هیچی هم به هم فشار نیمد. اینقدر به هم فشار اومد که اون ابهتش، اون ستای پوتین های پاش که به گوش دشمن را خراش میداد و گوش دوست را نوازش میداد نیمد و مثل یه قنداقه کوچیکی دادن دستم. اگر در دوران کوچیکی تو قنداقه تو گهواره میذاشتمش به هزار امید و آرزو میذاشتمش، ولی به خاک سپردمش در اون قصر بلورینی که برای جایگاه دیده بودن گذاشتمش. فقط این برام خیلی سنگین بود که اون ابهت کجا رفت، تبدیل به یه قنداقه کوچولو شد و من بذارمش تو خاک. این از این پدرشون که تنها پسر خانواده بود، ایشون 5 تا خواهر داشت. حالا خدا من اسماعیل ابراهیمی به این آقا داده، خیلی براش عزیز بودن. پسرش اسماعیلش گم شد، ابراهیمش همینجور که ملاحظه کردید بی سر و بدون دست به قصر بلورین خودش به دست خدا سپردمش خودم. نسرین دخترم که آلوا را نداشت و همه اینا در آلمان برای مراجعه برای معالجه برده بودنش، پدرش روح و روانش به هم خورد. یه دفعه دیدم پدر خیلی روح و روانش به هم خورده، به هیچ کس نگفتم. شاید بی پشت و پناه ترین شخص بودم، هیچ کس رو تو احواز نداشتم، خودم هم غریب بودم. برداشتم خودم، بستمش به ماشین و برداشتم بردمش اصفهان. رفتم مستقیما پیش دکتر چهرازی. گفتم دکتر منو میشناسی؟ گفت نه. گفتم من دختر جعفرم احوازی هستم. گفت پس شما اسمت خانمی؟ گفتم در خدمت دادم دکتر، نوکرتم. گفت با من چه کار داری؟ گفتم دکتر اسماعیلم گم شده، خبر از مرگش و زندش ندارم. ابراهیمم خودم بی سر و بی دست به قبر سپردم. نسرینم نصفی شده، بردنش آلمان. دو دختر کوچیک دارم پیش پدر و مادرمه. شوهرم روح و روانش رو از دست داده، آوردمش پیش مداواش کنی بینی چشه. گفت بشین. نشستم، به پرستار گفت برو مریضش رو بیار. مریضی که آورد معاینش کرد، گفت دخترم جعفر. گفتم جونم دکتر، فدای جونت. گفت برو 7 ماه دیگه، اون موقع موبایل نبود، این شماره مطبم، این شماره خونم، اینم شماره بیمارستان، 7 ماه دیگه به من زنگ بزن. از بیمارستان اومدم بیرون غریبانه، به والله یادم به مسلم ابن عقیل افتاد که در کوفه 300 نفر پشترش نماز میخوندن، نماز مغرب عشا که تمام شد دید هیچ که دنبالش نید تو کوچه ها در به در و آواره. بنا کردم به یاد اون گریه کردم، اومدم این بر نگاه کردم هیچ که نی، این بر نگاه کردم انگار هیچ که نه.
نفهمیدم مثلا چه ساعتی از زمانه. نشستم پشت ماشین گاز دادم اومدم اهواز. حالا که اومدم ها شب بود دیگه، تاریکی شب، درو باز کردم. همین الان تو همون خونه زندگی میکنم، 700 متر خونمه که توش دارم زندگی میکنم، تو پاداد شهر اهواز. وقتی که درو باز کردم، خونه مجهز، خونه مجلل، خونه بزرگ. وای، من یه روز مادر 5 تا بچه بودم توی خونه. کو همسرم، کو اسماعیلم، کو ابراهیمم، کو نسرینم، کو ندا و کو نادیا. خودم تک وارد خونه شدم، نتونستم وارد خونه بشم. همینجور دم لنگه در تکیه دادم نشستم. دیگه های و هوی شهروندی و شهری و اینا افتاد. فکر کردم پاسی از شب گذشته. یواش طور خودم در رو جفت کردم. ترسم وقتونه برای چیزی نیاد خونه. در رو جفت کردم نشستم. ولی صبح بلند شدم، وقتی که شب نماز شبم رو خوندم، صبح بلند شدم به حول و قوه الهی گفتم خدایا من فقط متکی به خودت هستم. نزدیک ماه مبارک رمضان بود، نشستم یک مایه لوبیا بامیه گرفتم، نشستم شب و روز لوبیا بامیه میزدم، روز یک تون لوبیا بامیه میزدم. از اونجا هم جبهه رو داشتم، چایخونه رو سر میزدم. تمام لباس رزمندگانی که میدوختن برششون فقط من میزدم. قیچی برقی عمود امکه 10 داشتم تو دستم، کنارم تو ماشین، و میرفتم. یه 4000 تا 3000 تا لباس امروز میبریدم، تا 2 روز دیگه اینا رو که دوخت میکردن 80 تا دوزنده داشتم، اونا رو میدوختن دوباره برمیگشتم. شب تا صبح میدادم غذا میپختم تو اتاق، تو ساختمون خودم، و پردای صبح غذا رو برمی داشتیم میرفتیم مستقیماً جبهه و گرماگر به ناشتا به رزمندگان اسلام میدادیم. این کارا فقط من نبودم، خیلی از کسان دیگه بودن، خیلی بیشتر از من زرد کشیدن، خیلی بیشتر از من درد کشیدن، تا شما الان اینجا بنشینید و به همین آرامش این برنامه رو ضبط کنید و برای نسل آینده تعریف کنید که جمهوری اسلامی اینجور نصیب همه نشد. جمهوری اسلامی اینجور نشد که هر که هر کار دلش بخواد بکنه. جمهوری اسلامی اینجور نشد که من باشلج کنم یا شما باشلج بکنی. پد دل خون ما رو تو میخواد شما راضی کنید. نمی شما گرم. دست شما در نکنید. دست شما در نکنید. الان دیگه خیلی واسه من سخت حرف زدن. ممنون. انشالله خدا عمر با عزت بهتون بده. شادی روح دو فرزند شهید حاج خانم و بقیه شهدای دفاع مقدس. صلوات بفرستید سید خندان رو ادامه بدیم. مسابقه رو شروع کنیم. مسابقه امشب شکلکه، یا همون ایموجی، یه ضرب المثل و حالا از این جایی به بعد شعر. من میگم که ضرب المثل یا شعر، اینم کمک من به شما. این رو به شکل شکلک اینجا مینویسن، یعنی شما از رو شکلک هایی که انتخاب کردن دوستان و اینجا نمایش میدن باید بتونید حدس بزنید و بگید ضرب المثل رو. دوستان هم البته میتونن کامل شما رو کمک کنن. شما یه چشمتون به اینجا باشه، یه گوشتون به دوستانی که هستن، معمولا اینجوری میرسونن. البته از دوستانم خواهش میکنیم که هم تلاش کنن برسونن، هم تلاش کنن گمراه کنن. یعنی همینجوری هرچی به ذهنتون رسید بگید، باحال میشه. خب اول معرفی بفرمایید خودتون رو. به نام خدا، بهمن کاظمی هستم. دست شما در نکنه. ممنون خانم. به نام خدا، فهیمه امیده خان هستم. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. شما؟ به نام خدا، محمد رضا کریم نیا هستم. خوش آمدید خانوم. به نام خدا، سعیده کریم نیا هستم. خیلی خوش آمدید. همسر و خواهر برادر. خب ببینیم که چی کار میکنید. با شما شروع کنیم؟ نه با شما شروع میکنیم. چرا اینا سنشون بالاتر، شما جوانترید، شما اول شما برید اینا یاد بگیرن. من چون طرفدار زن و شوهرام، ازدواج بره بالا، با شما شروع میکنم. آماده اید؟ با دوستان 1 2 3 میشمریم
اولین سوال نقش ببنده، ببینیم از روی شکلک ها شما میتونید ضرب المثل شو حدس بزنید. اوایلش آسونه، خب اوایلش آسونه، ببینیم چی میشه. بریم 3 2 1. خب هرچه با هرچی آقا دارم میگه بامش بیش برفش بیشتر چی؟ هرکه بامش بیش برفش بیشتر. بعدیش بریم ببینیم. آها یه گوش داره یه گوش دروازه، گوش نداره که بار کج به منزل نمیرسه. نه نخود نخود هرکه روید خانه خود. آها آها در خونه تو سفت ببند، همسایه تو دزد نکن. در خونه رو ببند، همسایه تو دزد نکن. خب بریم بعدی، ببینیم یه دقیقه شون کی تموم میشه. خیلی واضحه، خیلی واضح. نه این نیست آج آقا، طولانیه نمیخواد همش رو بخواهیم، وسطش معلوم شد این نیست، رهروان نیست، اینا نیست. چی؟ آها آها رهروان هست که آهسته رو حاجی آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه. آسته برو آسته بیا گربه شاخت نزنه. خب یه دقیقه شو تموم شد، بیشتر یه دقیقه حال دارن، یعنی دیدن که خوش میگذره، گفتن ادامه بدیم، تشویقشو کنیم. داداش یه تأخیر خوبی داشتی ها، یعنی اما اولش رو گفتن گفتی بین نیست، بعد 2-3 دقیقه با دقت همون رو دوباره گفتی. آماده اید؟ یاد گرفتید دیگه را. بله، یکی دو تا کلمش رو حدس بزنید دیگه ضرب المثل های اون هول و هوش معلوم میشه دیگه. آماده؟ زمانشون رو بگیرن دوستان اتاق فرمان. 1-2-3 رو بشماریم. 1-2-3. خب یه گل بهار نمیشه؟ نه اون بهاره. دست گل به آب دادن. دست گل به آب دادن. خب بریم بعدی. آخ 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 چی؟ تا پول داری رفیقت، الان رفیق اون ناراحته. عاقبت نسیه فروشی؟ عاقبت نه حد بزنید چی توش پولو؟ نه پول خوشبختی نمیاره؟ نه نه اصلا حالا تو اصلش که دعوا هست هیچی، اصلا این ربطی به اون نداره. خیلی سخته حاجی. آتیش؟ بخوای حدس بزنی؟ هیچ نه. آتیش زدم به مالم؟ آتیش زدم به مالم. اون گنجه مثلا؟ گنج؟ اون گنجه ولی اون من خدا ناراحته. خب دیگه نابرده رنج نابرده رنج گنج مستر نمیشود. تموم شد وقتتون، تشویقشون کنید. بله دوتا عیبی نداره، میگیرنتون. سخته؟ نه بابا کجا سخته، یه کلمه شد حدس بزنید. کلا مگه چند تا ضرب المثل با یه کلمه داریم؟ 3 تا 4 تا. این آماده اید؟ 3-2 تا. اینجا ببینیم بعدی ها رو چه میکنید. بشماریم 1-2-3. آب اون چی؟ نونت نبود، آبت نبود. نه نبود، آبت نبود، نمیدونم چی 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 بود. نونت نبود، آبت نبود، نمیدونم چی 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 بود. نه چی چی آب و نون نمیشه دیگه. آجی نساز از خودت، مطمئنی ضرب المثله خربوزه آبه. اگه برای من آب نداشت، برای اون نون داشت، برای بقیه دون داشت. بقیه نه، حالا برای دیگری نون داشت، برای اون یکی نون داشت. اگه واسه من آب نداشت واسه تو نون داشت. بریم بعدی. خب آخ 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 آب نمیبینه شناگر قابل. آفرین، آب نمیبینه وگرنه شناگر ماهریه. خب بعدی بریم ببینیم وقت میکنن یا نه. خب وقتتون تمومه، شما میتونید بگید؟ شما میتونید بگید؟ اگه بگید قبول میکنم ازتون، اگه نه که وقتتون حساب نمیشه. ولی چون میگم دوست دارم شما ببرید، اصلا طرفداری نمیکنم، خیلی زیرپوستی.
وسط دعوا حلوا خیرات نمی کنن، حلوا خیرات نمی کنن دیگه. خیلی خوب قبول نمی کنم ازتون، ولی چند تا شدید؟ یه دونه درست جواب دادید دیگه، شدید 4-2. اینو بگید، سه تا رو بگید، کمک کنید بگن. زشت برای سخته. سخته؟ نه تلاش کنید، واقعا سخت نیست، واقعا سخت نیست. وقتشون رو شروع کنید. 1-2-3. اوه، او چیه؟ او سوسک. سوسک. با سوسک چند تا ضرب المثل داریم؟ آها آها آها، داره میگه، نگاه کنید، گوش بدید. سوسک از دیوار بالا نمیره. بیا ابو عطا بخون. نه قربو صدقه بچه تون بدید. چی میگن بعضیا؟ مامان قربونت بره. اگه علکی قربو صدقش برید چی میگن بقیه؟ نه بقیه چی میگن؟ دارن میگن آقا نمیشنوم. سوسکه از دیوار بالا میرفت. سوسکه از دیوار بالا میرفت. مادرش میگه قربون دست و پای بلوری. خب بریم بعدی سری. بریم بعدی. این آقا دیگه اون آتیش. نفس آتیش. دیگه چی؟ ورزش. نفس از جای گرم نرمیاد. بریم بریم بعدی. نفس از جای گرم مرونه. بریم بعدی. بعدی رو بگم بردن. بعدی رو بگم بردن. عرق چی؟ عرق نه. این الان پایان شب سیاه سفید است. پایان شب سیاه سفید است. در ناامیدی. بس ناامید است. پایان شب سیاه سفید است. بردن. یعنی آبروی هر چی ناداوری بردیم. نه اصلا من چیز ندارم، من تعارف ندارم. آقا زوج باید برنده بشه، باید برید ازدواج کنید، باید برید ازدواج کنید، من کاری ندارم. البته انصافا سخت بود دیگه، یعنی اون خدا وکیلی سوسکی از دیوار بالا میرفت و اینا، اون اندازه کل سوالای شما سخت بود. آره چی؟ هر دو گروه رو برنده اعلام میکنیم، ولی جایزه رو به این گروه میدیم. افتخار معنویش ولی شما توش سهیمید، شما هر دو برنده اید. خب میخواید یه بار دیگه خودتون معرفی کنید؟ بنده فهیمه امیندهخان هستم، از هشگرد میام. خیلی خوش آمدید. شما معرفی کنید؟ به نام خدا، بهمن کاظمی هستم، از هشگرد در خدمت. آقا من میگم واسه اینکه شک و شبهه ای نمونه، یه دقیقه دیگه با اینا بریم. الان خودم تصمیم گیرم، من نمیذارم اینا جایزه میگیرن بگن با پارتی بازی جایزه خوبه. من میدونم اینا میبرن. بعدی ولی شعره. از اینجا باید شعره. خب راضیت ببرن، آبرو ریزی بیشتر از این نجا. نتیجهش همین خنده هست که من واقعا دوست دارم. واقعا دوست دارید، قشنگ معلوم ترسیدن ها. ورزش واسه سلامتیه. خیلی آماده؟ اینو چیز میکنیم، اینو اصلا این کار رو میکنیم. هر کدوم زودتر گفتید همزمان، هر دو گروه یه دقیقه دو دقیقه بازی میکنیم، هر دو گروه فرصت دارن بگن. خوبه؟ اگه نگفتید میریم بعدی دیگه، ولی میگید، میگید شعره؟ به به. یعنی اون آسه و راسه در همین حد سعدیا. آره یه چیز تو همین مایه هاست اگه دقت کنی. بریم شعر و ضرب المثل با همه. 1-2-3. آها برو. خب برو. چی؟ دانش بجوید؟ نه. هرچه درخت هرچه پربارتر افتاده تا. آفرین آفرین، درسته، ماشاءالله. درخت هرچه بارش بیشتر سرش پایین‌تر. بریم بعدی رو ببینیم، بعدی شعره، ببینم میتونید بگید. برو. یه کلاغ چه کلاغه؟ نه. از یه گوش در یه گوش دروازه. آقا شعر هم فکر کنید نیست، برید تو ضرب المثل. حرف راست از بچه بشو. حرف راست از بچه بشو. درست بود، درست بود. یک یک آخریشه ها، برنده رو معلوم میکنه. بریم بریم، این برنده رو معلوم میکنه. برو. واسه کسی تب کن که برات بمیره. دیگه درست گفتم، دیگه درست گفتم. خدا وکیلی دیگه درست گفتم. واسه کسی تب کن که برات بمیره. چی؟ واسه کسی بمیر که برات تب کنی. راست میگه. خب آقا موفق و پیروز باشید، موفق و پیروز باشید. 7-6 بردید.
ببینیم هدیهشون رو کدوم کتاب رو انتخاب میکنن. کتاب های حوزه پیشرفته. یه کتاب رو انتخاب بکنید. ملاقات با؟ ملاقات در فکه. ملاقات در فکه رو بیارید همراه کارت هدیه تقدیمشون میکنیم. تشویقشون کنید. نه اون ممنونم. خیلی ممنون. باشه، من چند تا از این کتابا رو تو برنامه‌های مختلف معرفی کردم. امشب هم یه دونه دیگه‌اش رو بگم. کتاب سطح عمیق که بالا سمت چپ می‌بینید، یه کتابیه که درباره یه عملیات موفقیت آمیز تو حوزه نانوئه. یه پیشرفت تو حوزه نانو. ماها مثلا میگم نانو چیه؟ مثلا تو مترو همش گفتن نانو، جورابای نانو ستا در. من فکر می‌کنم نانو اینجوری اینا. این کتاب خوبیه، دوستان تهیه کنن بخونن که چطور یک عملیات، یعنی عملیات که یک تکنولوژی تو حوزه نانو، از صفر تا صد با چه سختیایی تجاری سازی میشه و کشورمون پیشرفت میکنه. یه مورد کوچولوشه که خیلی کتاب خوبیه، سطح عمیق. این خدمت شما. خدمت شما. دست شما در نکنه، هر دو گروه رو تشریف کنید. دمتون گرم. عرض کنم که خاطره بازی امشب رو شروع کنیم. همونطور که اول برنامه هم گفتیم، موضوعمون پدر بزرگ مادر بزرگ هاست. همین موضوعی که هم در مورد شعر خونده شد، همین گپ و گفتی اولش زدیم. البته که خاطره بامزه دیگه ای هم اگر داشته باشن دوستان میشنویم. خاطره اول رو بشنویم. سلام علیکم. سلام عرض ادب. حال شما چطوره؟ الحمدلله. خیلی خوش اومدید. بفرمایید خاطرتون رو. عرضم به حضورتون که ما بچه که بودیم، بابامون ما رو میفرستادن شمال خدمت پدر بزرگ مادر بزرگامون که خدا رحمت کنه همه اموات خدا بیامرزه ان شاء الله. ما بچه که اونجا بودیم میرفتیم برای تابستونا، ما رو میفرستادن اونجا. اولین شبی که ما رفتیم اونجا برای استراحت و برای خواب، پدر بزرگامون، حالا شاید قدیمی هم اینطور باشن، هم که زود میخوابیدن، هشت و نیم کلا خاموشی بود، باید میخوابیدیم. وقتی که شروع که میخوابیدن، متاسفانه انقدر که خور و پفشون زیاد بود، به شدت تحملش سخت بود، با هر کاری میکنیم نمیتونست تحمل کنیم. چند سالتون بود شما؟ فکر کنم 9 یا 10 سالم بود. بعد عرضم به حضورتون که صبح شد و بچه ها و رفقای خودمون رو جمع کردیم، گفتیم آقا واقعا نمیتونیم، من اولین شبی هم هست، واقعا هم اذیت دارم میشم، نمیتونم چیکار بکنیم. هر کی یه تزی داد، یه برسار راه و روش رو نشون داد، یه بنده خدا گفت یه روش چیکار کنی که بخوابی یا پدر بزرگ سکوت نکنه. آره اون خور و پفر رو من سایلنت کنم، برسار صداشو نشنم. یکی از دوستان گفت آقا بهترین روش اینه که بینی پدر بزرگ رو بگیری، اگر بگیری یعنی که آقا تموم. چند دقیقه؟ هر بگیر تا ساکت تموم. آره من نگه داری تا دیگه خور و پف نکنه. آقا ما شب شد، نه تنها در مورد خور و پف، در مورد بقیه رفتارهای آدمیزاد هم این جواب میده. یعنی شما اگر این بینی رو بگیری، راه نفس رو بگیری، کلا تل میشه قضیه. یه ما گفتیم باشه بسم الله، گفتیم شب شروع شد، 8 و نیم شد خوابید، 8 و نیم شد 9 شروع شد خور و پف به شدت زیاد شد. من نتونستم، گفتم یاد حرف دوستمون افتادیم، این بینی رو ما گرفتیم. تا بینی رو گرفتیم، 1 ثانیه 2 ثانیه 3 ثانیه یه رعشه بسیار محکمی گرفت پدر بزرگو، سری بلند شد یه نگاه کرد، گفت اینجا چیکار می‌کنی فلان، داد و بیداد. بعد یه نوازش شیب ملایم هم یه نوازش ریزی به ما داد و ما با آرامش خوابیدیم. چیزی که میشه حتی تو اون سر صدا هم خوابید. آره دقیقاً، خیلی اصلا روح بخش و صدا همین دقیقا همین بسیار روح بخش و آرام بخش برای خواهد. اصلا صداشون رو ضبط کردی همین الان همونو میذاری میخوایی یه جوری زد که حل شد مشکل. به افتخار پدر بزرگش که من پدرم خیلی قلقلکیه، یعنی اصلا چیز عجیبیه. اصلا جوری که اینجوری میکنی شروع میکنه خندیدن. این یه بار با خواهرم افتادیم به قلقلک دادن، بعد چون ما میدونستیم که بعد تا وقتی قلقلک میدی نمیتونه کاری دیگه بکنه، یعنی میخنده و به خودش میپیچه و اینا، میدونستیم اینو ول کنیم دیگه تموم میشه قضیه. به خاطر همین هی پیش میرفتیم بدونی که برنامه‌ای داشته باشی واسه بعدش، یعنی هی فقط قلقلک میدادیم،
بعد این میخندید و بعد کم کم عصبانی شد و شروع کرد تهدید کردن وسط همون خنده. بعد ما هم دیگر نگاه میکردیم میگفتیم فقط قلقلک بده، چون اگه علاقه قلقلک ندی پا میشه میاد. و گفتیم حالا یکی او قلقلک بده اون یکی لاغر فرار کنه اینا. خلاصه تا ما دیگه رفتیم، دیگه میگم هی واقعا نمیدونیم بعدش چی میشه، همیشه قلقلک میدیم قلقلک میدیم قلقلک میدیم، دیگه یه جایی ول کردیم این پا شد دیگه، پدرمون خدا حفظش کنه. و بعد از اون ترجیح دادیم که کسی رو قلقلک ندیم، یعنی به نظرم خیلی شوخی مسخره‌ایه و واقعا چرا آدم باید قلقلک بده؟ الان که یادم افتاد نه باید قلقلک بدیم واقعا. خب بریم خاطره بعدی. پدر بزرگ من از اون کسایی بود که فلفل خیلی دوست داشت، فلفلای تند. فلفل دوست داشت؟ بله خیلی، فلفلای تند. تند. بعد هر وقت می‌خواست با اون شوخی کنه، خواسته یه جوری این فلفل رو به خورد ما میداد. ما میسوختیم واقعا. مطمئنی میخواست شوخی کنه؟ بله، میخواست شوخی کنه. شما میگفتید شوخی، شاید اون یه قصدی؟ نمیدونستیم واقعا. خب؟ بعدش... به رحمت خدا رفتن یا هستن؟ نه خداشون هستن. نه غیر هستن. خدا حفظشون کنه انشالله. خیلی ممنون. خب؟ بعدش یه روزی بود مثل همیشه دوباره رفتن خونه شون. فلفل سبز و گاشو زیر برنج سفید. تابلو شوخی کنه. بله. تابلو هم بود. تابلو بود. بله. خب. بعد اگه می‌خواستیم نخوریمش به زور بخوردم میداد. یعنی چی کار می‌کرد به زور بخورید؟ فلفل. مثلا چی کار می‌کرد یه بار که به زور بخورید؟ الان میگم باشه. ها؟ الان میگم. بفرمایید. خیلی ممنون. مثلا همین الان داره می‌لرزه. خب. باش من مونده بودم گفتم آقا بخیر بخورم نخوام دیگه مونده بودم. گفتم آقا بذار زای نکنم. آروم بینش دادم اونور که مثلا بگم آقا من اینو مثلا نمی‌خورم. لو رفت. گفت فلفل نمیخوری؟ این دوری شد این فلفل داره برد. گفت بچه ها دست پایین رو بگیرین سریع اینو یه قیچی این شوخی شوخ بیاید با هم شوخی کنیم. یه قیچی ها تنین زد اون توندیش قشنگ در اومد این روجه دم کرد دم لبه ما. به به قشنگ اینجوری. بله ما تا شد داشتیم خدا حفظشون کنه. خدا حفظشون خدا حفظشون خیلی شوخ بوده نرمزا. بله نمیخوری. و اینجا بود که ما یه درسی گرفتیم که هر وقت اگه یه شوخی خیلی واسهتون واضح بود زایی نکنید، مطمئنا یه نقشه دوباره با زبون خوش بذارید باهاتون شوخی بشه بهتر از اینه. بل. که بله پدر بزرگا اینجوری هن. یا شوخی نمیکنن یا اگه شوخی بکنن دیگه. همون یه بار بود؟ نه زیاد بود متاسفانه. هر دفعه میرفتید شوخی میکرد؟ بله. نمیگفتید بابا جون این شوخی تکراری شده یه شوخی جدید؟ میگفت اتفاقا بدتر بود، میخواست شوخی جدید کنه یه چی دیگه رو میکرد. یا اول فرد اون شوخی هم باز فلفل بود، یعنی انواع فلفل میشه کیف رو باز میکرد فلفل ها رو میشه. بچه ها امروز با کدوم شوخی کنیم؟ خدا حفظشون کنه، خدا حفظشون کنه، به افتخار پدر بزرگشون دست بزن. بنده خدا پدر بزرگ ما کلسترول داشت، نمیتونست تخمه ها بخوره. یه وقتایی ما دوره هم که جمع می شدیم میخواستیم یه نیم روی درست کنیم، میگفت ننه جان برای من درست نکنید ها، من اصلا نمیخورم. گفتیم باشه ننه برات درست نمیکنیم. سفره رو که پهن میکردیم بود و بود و میومد کنار سفره میشست. میومدیم این لقمه رو برداریم بذاریم دهنمون، میگم ننه جان یه ذره فلفل سیاهی چیزی میزدی بهش خیلی خوشتم شد. اون موقع ما میخوردیم انقدر خوشمزه میشد و این لقمه رو میبردیم پایین دلمون نمیاد بخوریم، میان رومون رو بکنیم این ور دوباره آها میشست نمیخورد نگاه میکرد خوردن شما رو نه یه اذیت میکرد، میان دوباره لقمه رو بذاریم تو دهنمون چیم کرد ننه جان حتی یه ذره روغن رو زیاد میکرد نمک میزدی بهش خوشمزه میشد یه چی دیگه قشنگ کوفته و میکرد آخر میشستن ولی آره بنده خدا خوبه یا من نمیتونم راست میگه باشه برید خودتون بخورید. خب من نمیتونم تخم مرغ بخورم این ببینید جلوی من تخم مرغ میخورید. خیلی روش خوبی بود یعنی من یاد جدی من یاد گرفتم، یعنی از این به بعد من نتونم چی بخورم یکی بخواد جلوی من بخوره از این کارا میکنه. آفرین خدا خیر بده. ما در بزرگشون رو تشریف کنیم. خب دمتون گرم، خدا همه پدر مادرها رو پدر بزرگ مادر بزرگا رو حفظ کنه. شوخی کردیم، انشالله که عمرشون دراز باشه، سایهشون بر سر بچه ها و نوه هاشون باشه. یه مدل ارتباطی متفاوتیه دیگه، یعنی یه حس و حال دیگه یه ارتباط با پدر بزرگ و مادر بزرگ. انشالله که
کسی هم دلخور نشده باشه از دست ما، مخصوصا این دوستانی که تعریف کردن، مخصوصا الان تو برید اونا شوخیاتی که جدی میشه، یعنی بعید میدونم دیگه پدر بزرگ به شوخی و فلفل و اینا، اونا شوخی بود دیگه، جدی ها خدا میدونه چی باشه. ایشالله که ناراحت نشده باشن. دور هم دیگه گفتیم خندیدیم، ایشون هم ببخشن دیگه، بچه بود نفهمید چی باید بگه چی نباید بگه. ایشالله که طوری نمیشه. فقط فلفل بعضیاش امتحان کنید، بعضیاشو میخوری قرمزه ولی شیرین، اونا رو ندیدیشون دقیقا تندشو چی کنید. ایشالله که عمرت دراز باشه شما هم و شوخی شوخی بری جلوی اینجوری. تشویق کنید خودتونو. سید خندان امشب، خیلی ممنونم که تماشامون کردید، دمتون گرم. از شما هم ممنونم تشریف آوردید به برنامه، کیف کردیم کنار شما، لذت بردیم. امیدواریم که شما هم واسهتون همینطور بوده باشه تجربه حضور در سید خندان، و شما هم که توی خونه وقت گذاشتید و ما رو تماشا کردید راضی بوده باشید. شب خوبی بود به نظرم، برنامه خوبی شد در مجموع، در کنار دوستان و مهمونهایی که داشتیم. شب جمعه بود، مادر شهیدان فرجوانی از شهدا گفتن، لذت بردیم، کیف کردیم. میگن که شبای جمعه شهدا جمع میشن دور سیدالشهدا، ما شهدا رو یاد کردیم، انشالله شهدا هم ما رو یاد کنن. اما شما میتونید پیامک بزنید به برنامه و بگید که کدوم یکی از بخش‌های برنامه امشب رو بیشتر دوست داشتید. گفتگو با مادر شهیدان فرجوانی بود، دیگه مسابقه داشتیم، شاعر داشتیم که شعرخوانی کردن، نمایش داشتیم، خاطره بازی داشتیم و دورم دیگه خوش گذشت. ولی شما بگید کدوم یکی از این بخش ها رو بیشتر دوست داشتید. 30226 شماره ای که میتونید پیامک بزنید، 30226 شماره پیامکمونه. هم میتونید واسه گفتن این بخش هایی از برنامه که به نظرتون بهترین بوده پیامک بزنید، عنوان بخش رو بگید، هم برای حضور تو برنامه به عنوان تماشاچی حاضر در استودیو مهمان ما بشید، قدم بر چشم ما بگذارید، میتونید نام و نام خانوادگیتون و تعداد نفراتی که هستید رو به این شماره پیامک کنید. خیلی خوش بگذره بهتون، آخر هفته خوبی داشته باشید، کنار خانواده خوش باشید، کیفتون کوک باشه و لذت ببرید از زندگیتون ان شاء الله به مدد آقا امیرالمومنین. یا علی مدد، خداحافظ شما. آقا ممنون، دست شما در نکنید. آقا دست شما در نکنید. آقا دست شما در نکنید. زحمت کشیدید. ممنونم. تشکر. آقا دست شما در نکنید. آقا ممنونم. آقا خیلی لطف کردی. دمی شما گرم. دمی شما گرم. خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. گل فسر. آقا خداحافظ شما. آقا زحمت کشیدید. دمی شما گرم. دست شما در نکنه. ممنونم. بزرگوارید. ماشاءالله. خوش آمدی، دست شما در نکنه، دست شما در نکنه، شکره، خداحافظ شما، خداحافظ شما آقا، خداحافظ شما مخلصم، خدا با باید مخلصم، خداحافظ، ما شالله صدای مردونه ای، آقا دم شما گرم، ممنونم، زحمت کشیدی، خداحافظ شما، آقا خداحافظ شما، مخلصی، خیلی زحمت کشید آج خانوم، دم شما گرم، خدا نمقاتون رو حفظ کنه، ببخشید اگه بخوای یادگاری از سید خندان با خودت ببری؟ خنده‌هاش، شوخی‌هاش، خودمونی بودنش، اهمیت دادن این برنامه به بحث شعر رو با خودم می‌برم. دکورش، دوست داری چه کسی شما رو توی تلویزیون ببینه؟ همسرم، خانواده، دوستا. سم خانواده تو تلویزیون منو ببینن. خانواده. کی رو دعوت می‌کنی بیا تماشای سید خندان؟ اعضای خانواده، دوستان، دوستان اعضای خانواده، همسرم، که مادر بزرگام. با لهجه یا زبون خودتون همشهریاتون رو دعوت کنید به برنامه سید خندان. من پدرم همدانی هم، من لهجهشون رو بلد نیستم، با همین زبون و لهجه معیار عرض کنم. لطفا تشریف بیارید این برنامه رو ببینید.